عرضم حضور شما که مطلع هستید که در نیمه ماه مرداد قرارش یک کار رو در تهران در دفتر نمیدونم ساختمون وزارت کشور در اون سال اجتماعات وزارت کشور یه بزرگداشت رو انجام بدن برای مسعود کیمیایی و یه آقایی به نام آقای رضای عبدی هم تصمیم گرفته که این کار رو به وسیله ارکستر سمفونیک تهران انجام بده. آقای منفرزاده سریعا به این موضوع اعتراض کرده و گفته که لطفا این کار رو نکنید و برای اینکه این جزء حقوق منه و من با شما همراه نیستم و نمیخوام که این کار رو کار منو شما در حقیقت در تهران ببرید و این کار رو شما انجام بدید. بعد یه سری ماجرا پیش آمد و من فکر کردم که بد نیست که این رو با همدیگه دنبال بکنیم. آقای منفردزاده آهنگساز و موسیقیدان در حقیقت استاد و گونه‌کار ایرانی یه نامه می نویسه به مسعود کیمیایی فیلمساز و در حقیقت در این نامه که از شما آقای رضا یا بهزاد عبدی استاد مسعود کیمیایی عاجزانه به درستی عاجزانه استدعا دارم از تجاوز به حقوق معنوی مادی من یعنی اجرای موسیقی هم حتی اگه برایتان منافعی در پی دارد دست بردارید، زیرا من با شمایان همسو نبوده و نخواهم بود. از موسیقی فیلم سفر سنگ تا امروز آثار بسیاری برای این برنامه وجود دارند که با اجازه از سازندگان آنها می توانند به کار آیند و مهربانی کنی تا ناگزیر به تغییر گفتار نباشم. این در حقیقت اصل مطلبی است که آقای منفردزاده خطاب به دوست کهنه و دیرینش آقای مسعود کیمیایی گفته و به صراحت هم گفته که من با شما همراه و همزبان نیستم. ولی به حال یک گفتگویی هم هست، بذارین اول با همدیگه این گفتگو رو با همدیگه بشنویم. همزمان فیلمبرداری فیلم سفر سنگ، آقای محمدعلی نجفی و آقای بهشتی از همفکران دکتر شریعتی به مکان فیلمبرداری اومدن و پس از رفتن اونها صحنه های فیلم برداری شد، مثل امامزاده و امثال اون که نه در نوشته بهزاد فراهانی بود و نه در فیلم نوشته کیمیایی و پس از اون فیلم اسلامی شد و همون شد نقطه پایان همکاری من با کیمیایی و اما نه پایان رفاقتم. او به راه خودش رفت و همواره می رود و من هم به راهی مخالف ایشون، مخالف استبداد رفتم و جلای وطن کردم و همواره این راه رو ادامه می دم. نمی شود با استبداد همراهی کرد و همزمان از آزادی دگر اندیشان دفاع کرد. پس موسیقی من نباید اهرم نمایشی دروغ یعنی نمایی از همسویی من با کیمیایی بشه. من با حضور میهمانان ردیف اول این گونه برنامه ها و کنسرت ها یعنی حضور دشمنان مردم سر سازگاری ندارم. روز افتخار برای من روزی است که آثارم در مکانی اجرا شود که ردیف اول آن جای مادر ستار بهشتی، خانواده ندا آقا سلطان، نسرین ستوده، نمایندگان بستگان قربانیان کشتار تابستان 67 باشد. در مکانی که ردیف اول آن جای شریفانی چون امیر انتظام ها، محمد ملکی ها، ناصر زرفشان ها، رئیس دانه ها، تراب سالس ها، اشرف دهقانی ها و نمایندگان همه احزاب باشه، یعنی روزی که همه دگراندیشان آزاد باشند. آقای کیمیایی خوب می دونست که من سالهاست در صدد بازسازی و ضبط موسیقی فیلم هام هستم، در حالی که ایشون میتونستن از موسیقی فیلم سفر سنگ، کار آقایان انتظامی و واسقی تا جدیدترین کارشان متروپول کار آقای عبدی استفاده کنند، نمیدونم چرا پای کارهای منو به میدان اسلامی کشیدند. گفته های ایشون درباره فروغ فرخزاد هدایت مگر خردمندانه بود؟ در مرحله اول موسیقی متن فیلم‌های قیصر، رضا موتوری، توقی و داشاکل را از میان کارهای خودم برای ضبط و اجرا بازنویسی کردم و منتظر تعیین وقت ارکستر هستم تا پس از ضبط برای اجرای زنده در چند شهر همراه با نمایش بی صدای فیلم برنامه‌ریزی کنم.
برای حضور علاقمندان از ایران هم فکر اجرایی در شهری نزدیک ایران هستم. و این پیام آقای منفرزاده است. اما در همین راستا آقای منفرزاده در واقع یه ویدیو هم برای ما درست کرده و فرستاده. ما اون ویدیو رو با همدیگه ببینیم، شاید مشکل رو حل کنه و سوالاتی که تو این زمینه مطرح شد علاوه خصوص تو برنامه ما و مسائلی که عنوان شد رو کمک کنه و حل بشه ماجرا. با هم گوش بدیم اینو. نمیخوام بگم آقای مسعود کیمیایی، مسعود جان، میخوام بگم دوستت دارم. مطمئن باش که تا این لحظه دوستت دارم، فردا هم همینجور دوستت خواهم داشت. به این دلیل میخوام با خودت درد دل کنم و اجازه ندم مورد سوء استفاده قرار بگیری. احتمالا مخالفت من با اون چه که میخواستی در کنسرتی برای موسیقی فیلم ها ارائه بدی در سالن وزارت کشور، نصف عمرم رو با تو زندگی کردم و خاطرات فراوان داریم، غیر ممکن اینا فراموش بشه مسعود جان. به همین دلیل دوستت هم داشت، دوستت داشتم، دوستت دارم و اینها فقط نظر متفاوت منه. امیدوارم تحملش سخت نباشه برات، میدونم تو هم از من نفرت نداری. برای این بگم که خیلی ها چند نفری دست کم به خود من میگفتن که بعضی از دیالوگ های فیلم شما رو اونها نوشتن، اونها گفتن. واقعا من میخندیدم چون من میدونم که یک کلامی از اون چی که نوشتی از کسی نبودی، درسته برداشت از قصه های دیگران کردی و به سلیقه خودت نوشتی، ولی همه اونها رو خودت نوشتی. ولی قطاری که میدوه بهش میپرن، شما موفق بودی، هر کسی میخواد صاحبی صاحب بخشی از اون موفقیت باشه. این خنده داره برای من که در کنارت بودم موقعی که کار میکردی تا سفر سنگ. اون چه که اتفاق افتاده اینه که من حتی سر فیلم خاک مخالفت هم کردم، من هم مخالفت میکردم با چیزهایی، میگفتم نظرمو تو میشنیدی، اما اینکه اجرا بکنی این مقوله دیگری بود. هر آنچه که من گفتم که تو نکردی، هر آنچه که اگر لازم بود، اگر مناسب بود و میپسندیدی کردی. ولی باز کارا کارای توست، نه کارای من. ولی من کنار برمان یک رفیق دوستان تو، رفیق شفیق بودم و هنوزم رفاقتم سر جاش. اما سر فیلم خاک زن خارجی رو گذاشتی گوش نکردی، خودت کردی، مسئولش خودت بودی، پاسخ هم خودت دادی. و برگردم به سفر سنگ که وان فرهنگ هنر رو در واقع من برات گردوندم، چون کار مالی اصلا وارد نبودی، خودت میدونی مدیریت این کارا رو وارد نبودی. به هر حال من با عنوان یه رفیق کنارت بودم، مدیر تهیه هم بود که کمک میکرد، من مدیر تولید بودم. به هر حال این داستان همونطور که میدونی نعمت تهیه زندگیات بودش که به جای زخمی هایی که برای جورت قرار ساخته بشه نشست. قصه مفصله، وقتتو نمیگیرم، خودت میدونی. و این داستان هرگز داستان دینی مذهبی نبود، نوشته بهزاد فراهانی سنگ و سرنا نوشته بود که گرایشات چپ هم حتی داشت، یعنی یک نوع فضای چپ بود بر اون نوشته. برها تو دو تا زن توش آوردی، میخواستی گیتی باشه، ایبی نداشت، کار تو بود، سلیقه تو بود. سر صحنه اواسط فیلم برداری بود که آقایان فکر کنم محمدعلی نجفی بود و آقای بهشتی، اینا آمدن مهمان صحنه بودن پشت صحنه، با شما صحبت کردن. نمیدونم پس از اون صحبت چه گفته شد که شما فصلهای امامزاده و امثال اون رو اضافه کردی به فیلم، چون روی اون تابلوی معروفی که برای هر صحنه فیلم برداری هست نبود این فصلها. آقای بهارلو، هوشنگ بهارلو مدیر فیلم برداری نازنین مرد در پاریس هنوز هست و شاهد این ماجرا نبود، ولی خب اتفاق افتاد و حق شما بود که این کار انجام بدی. من نمیگم چرا، من از همونجا قطع همکاری، نه قطع رفاقت، تأکید میکنم قطع همکاری با تو عزیزم مسعود عزیزم کردم و شانس ساختن موسیقی داستانی رو که بسیار دوست میداشتم از خودم گرفتم.
چرا که بخش دینی مذهبی اون سلیقه من نبود و من دوست نداشتم، حتی انقلاب نشده بود، یک سال میدود به انقلاب و خود شما بعد از انقلاب گفتید که انقلاب رو پیش بینی کردید، خب بی سلیقه شما بود. من از اونجا قطع همکاری کردم و این شانس از خودم گرفتم. داستان این که من چرا نمیخوام موسیقی که من شانسش رو به من داده بودی، من نوشته بودم و اجرا کرده بودم، ابزاری بشه برای سالن هایی که من نمیپسندم. چرا نمیپسندم رو شرح میدم کوتاه. ردیف اول این سالن ها کسانی خواهند نشست که من با اونها سر تضاد دارم. اونها به نظر من، شاید نه شما، به نظر من سرکوبگر آزادی اندیشه، آزادی دیگر اندیشان در ایران بودن و من فراری از دست این جماعت چجوری میتونم همسو بشم و اینها از کار من در واقع بهره برداری کنن و این خط قرمز من با این جماعت حاکم رو مخدوش کنه و برای جوانها شبهه ایجاد کنه که گویا منو مستبدان یا هواداران مستبد یا احتمالا نظرات شما در یک نوعی گرایش به این یا سازگاری با این نظر اینا مخدوش بشه. اینا فاصله هاییست که بین من و شما و تمام این وضعیت حاکم هست، ضمن اینکه رفاقت من با شما سر جاشه. بنابراین من موافق نیستم. من روزی خوشسند خواهم بود، روزی سربلند خواهم بود که در این نوع سالن ها مادر سطرهای بهشتی، خانواده نگاه آقا سلطان ها و خانواده و بستگان و ماندگان کشتار تابستان 67 مدفون در خاوران اونجا باشن. این سربلندی منه. روزی که نمایندگان همه احزاب سیاسی مثل آدم هایی مثل زرفشان، آدم هایی مثل رئیس دانا، مثل رئیس دانشگاه آقای اسم خاطرم نمیاد ببخشید، آدم های شریف بسیارانی هستند بودن، آدم هایی مثل تراب سالس، آدم های مخالفان انواع احزاب، نمایندگان احزاب تو اون سالون باشن، اونجا برای من سربلندی است، واسه افتخاره که قطعه کوچکی حتی از من اجرا بشه. ولی این میدونم این آزادی بی قید و شرط سیاسی برای همگان در جامعه ایران، یعنی آزادی دیگر اندیشان، ممکن نیست. تعطیل زندان های سیاسی به عمر من قد نمیده و به این دلیل این شانس رو برای خودم نمیبینم. ولی اگر اتفاق بیفته، یک اتفاق غریبی است که سربلندی من دقایقی از اون سالن کارهای من توش اجرا بشه. شما میدونستی خوب که من تمام کارهای موسیقی فیلم هم و اون موسیقی که داشتم و میخوام بازنویسی کردم و دارم اجرا میکنم، ضبط میکنم، اینها رو میخوام اجرا کنم، اجرای زنده با ارکستر بزرگ در چند نقطه از شهرهای بزرگ اروپا و همینطور اتفاقا برای مخاطبانی که در ایران هستند به فکر اجرای نزدیکی، شهری نزدیک به ایران هستند و این کار اگر عمری باشه و شانسی باشه این کار خواهم کرد و بخشی از هنرمندان و منقدان سینمایی که نقش بزرگی در پیشرفت سینما ایران داشتن رو در هر شهری که ممکن باشه دعوت کنم و تقدیم بشه به اونها. امیدوارم که موفق بشن و بدون که من همواره دوستت دارم، امیدوارم این نظرات من مورد سوء استفاده و بهره برداری مخالفان تو قرار نگیره. مخالفان نظرات ایبی نداره مخالفت با تو بکنن، ولی رفاقت سر جاشه، با هیچ چیزی عوض نمیشه و این اوج رفاقت و دوست داشتنه که از تو خواهش کردم و میدونم که به خواهش من تمکین میکنی و احترام میگذاری به رفاقت. شب و روز روزگارت خوش مسعود عزیز. به و بعد آقای منفردزاده میگوید که بعد صبر کرد و ببینیم که چه اتفاقی در پیش خواهد بود و در حقیقت می نویسد که یک گفتگویی داشتن با این آقای موزیسین و گفته است که اون رو در حقیقت میذاره صبر میکنیم تا اینکه ببینیم که در 15 مرداد
این رفیق چه خواهد کرد و آیا این گوش خواهد داد به این درخواست رفیقش، یا اینکه شرایط همگونه که میدانید به شیوه ایست که او هم وقعی به این ماجرا نخواهد گذاشت و به حال چون روزهای دوشنبه به موضوع فرهنگ و ادبیات اختصاص دارد، من فکر کردم که لازمه که حتما این تیکه رو که آقای منفرزاده اعلام کرده ما هم در این سهم داشته باشیم و راجبش با هم دیگه حرف بزنیم و ببینیم که چه اتفاقی تو مملکت افتاده و چه مسائلی در پیش روی ما قرار داره. اجازه بده که این رو ما یه قدری مرتبتر در دفعات دیگر ردیفش بکنم و باز برای شما پخشش بکنم و این رو من در حقیقت یه وظیفه میدونم، برای اینکه گفتم ما صدامون خیلی کمه، کوچیکیم، ولی میدونم که مخاطبین بزرگی چون شما رو همراه خود دارم، بنابراین من به اون حس باور دارم و میدونم که بالاخره موثر خواهد بود، هر چقدر که ضعیف باشه مثل آبی است که بر روی سنگ خارا میچکد، لطیفه، ضعیفه، ولی استمرار و تداومش میتواند در دل سنگ خارا هم موثر باشد. کوتاه کنیم صحبت رو، بریم بخش بعدی برنامه رو با همدیگه پی بگیریم. ممنون از همه مهر و محبت شما خوبان و نازنینان.